این ویدیو میخوایم با کاربردهای پودر بچه آشنا بشیم. پودر بچه در اصل برای محافظت از پوست نوزادان در برابر عرق سوز شدن ساخته شده. اما خیلی زود مردم فهمیدن که پودر بچه برای کارهای خیلی بیشتری قابل استفاده است. حتی بزرگ سالان هم میتونن ازش استفاده کنن. پودر بچه کاربردهای فراوانی توی خونه زیبایی و سلامتی داره که در ادامه این ویدیو اونها رو کامل با هم بررسی می شما میتونید پودر بچه رو جایگزین شامپوی حیوانات کنید. احتمالا میدونید که این پودر رو میشه به جای شامپوی خشک به کار برد. به همین منوال هم میتونید اون رو جایگزین شامپوی حیوانات کنید. برای اینکه از شر بوی بد حیوان خونگیتون بعد از جستخیز فراوون آسون بشید میتونید کمی از این پودر رو به پشمهاش بمالید و بعد از مدتی کوتاه بدنش رو بتکونید. این کار باعث میشه که پشمشون خیلی تمیز و لطیف بشه و توی حیوانایی که از آب خوششون نمیاد مثل گربه خیلی کاربردیه. پودر بچه عملا یک افترشیو مناسبه. میتونید با این کار پوستتون رو لطیف نگه دارید. هم برای آقایون و هم برای بانوان کاربردیه. کافیه یک کمی از این پودر رو روی پوستتون بمالید تا اثر تحریک تیغ رو از بین ببرید. این ترفند برای افرادی که پوست حساسی دارن و استفاده از تیغ موجب التهاب پوست و ایجاد جوش میشه خیلی مفیده. از یه سمت دیگه پودر بچه قیمت خیلی کمتری از افترشیوهای معمولی داره. اما دقیقا همون کار رو انجام میده. پودر بچه میتونه جایگزین اسپری بدن هم باشه. اگه اسپریتون به پایان رسیده، الزاما وادار نیستید که توی شرایطی پا به خیابون بذارید که نگران بوی بدتون هستید. بعد از هموم، یه مشت از این پودر رو به زیر بغلتون بمالید تا مانع بوی بد عرقتون بشه. شما با پودر بچه میتونید پوستتون رو مرتوب نگه دارید. همونطور که قبلا هم اشاره کردم پودر بچه مرتوب کننده ی خیلی قویه برای اینکه پوستتون رو مرتوب نگه دارید خصوصا وقتی که اضافه پوست پاشنه رو میتراشید ممکنه که پوستتون زخیم بشه بنابراین کافیه که کمی از این پودر رو روی محل مورد نظر بپاشید با پودر بچه ورق بازی رو نرم و لطیف کنید ورقهای بازی پاسور طبق معمول به هم میچسبند اما با این ترفند میتونید ورقهای نرم و لطیفی داشته باشید برای این کار کافیه که ورقها رو درون یک کیسه بذارید و توی کیسه هم یک کمی از این پودر بپاشید بعد حسابی کیسه رو تکون بدید و بذارید مدتی بگذره شما با پودر بچه میتونید مانع سایده شدن و التهاب پوستی بشید این ترفند خصوصا برای افرادی مفیده که با گرمای هوا و پیاده روی در دسترس ساییده شدن و التهاب پوست قرار می گیرن. بنابراین قبل از اینکه پیاده رویتون رو شروع کنید پودر بچه رو توی محل بمالید که طبق معمول دچار چنین التهابی میشن. به این ترتیب از بروز چنین التهابی در امان خواهید بود. شما با پودر بچه مانع تورم پا بشید. کفش های پاشنه بلند زیبایی بیحد و حسری دارند. اما اگر از خانوم ها بپرسید میگن پوشیدنشون اون هم به مدت طولانی اصلا خوشایند نیست. این نوع کفش ها باعث تورم پا میشند و برای پیشگیری از تورم پا و مشکلات مشابه میتونید کمی پودر بچه درون این کفش ها بپاشید. پودر بچه میتونه از پژمرده شدن گلوگیاهتون جلوگیری کنه. برای حفاظت از گلوگیاهتون در مقابل انواع آفتها ها کافیه که مقداری از این پودر رو به ریشهشون بپاشید. به این ترتیب تمام حشرات و آفتها ها رو دور میکنید. اگزمای پوستی رو با پودر بچه رفت کنید. اگه دوچار اگزمای پوستی شدید برای جلوگیری از خارش اون کافیه که کمی از این پودر رو روش بمالید تا اثر التهابش کم بشه. شما میتونید ماندگاری رژ لبتون رو با پودر بچه بیشتر کنید. برای اینکه ماندگاری ماتیکتون بیشتر بشه، کافیه بعد از اینکه ماتیک رو به لب هاتون زدید، یه تیکه دستمال کاغذی رو, رو روی لب هاتون بذارید و کمی از پودر بچه رو روی لب هاتون بپاشید. بعد یه بار دیگه به لبهاتون هاتون رژ بزنید. اگه عادت به پیاده روی توی ساحل دارید یه بطری مناسب از پودر بچه رو پر کنید و توی کیف ساحلی خودتون بذارید. در پایان روز اون رو روی پوست خودتون مالش بدید تا شنوماسه های دریا به راحتی ازش جدا بشن. برای جلوگیری از ایجاد بوی عرق پا هم پودر بچه رو توی کفش خودتون بپاشید. جوراب و فراموش کنید. پودر رو باید جای خشک نگه داشته باشید و میتونید بدون نگهداری پا توی آپارتمان راه برید. وسایل خانه که بوی بد گرفتن رو میتونید با استفاده از پودر بچه و با ریختن مقداری از اون تازه نگه داشته باشید و معطر کنید. یکی دیگه از کاربردهای های پودر بچه که اکثرا بر پایه نشاسته هستن استفاده از اونها به عنوان شامپوی خشکه. بنابراین پودر بچه یه اثر مشابه در مواقع تگنا نداشتن شامپوه توی این موارد مقداری از پودر رو توی دستتون بریزید اون رو روی پوست سر خودتون ماساژ بدید تا روغنهای اضافی خیز خورده و با آب شسته بشن خزیدن به یه تخت گرم و گیرا تعریف کاملی از آرامش شب نیست مخصوصا اگه شب سوزان تابستونی باشه گرد و غبار پودر بچه میتونه بین ملافه ها بریزه و اونها به جذب عرق و خنک نگه داشتن ملافه کمک میکنن. شما با پودر بچه میتونید مورچه های مزاحم رو از بین ببرید. این مزاحما رو با مسدود کردن مسیر اونها با پودر بچه از آشپزخونه خودتون دور نگه دارید. مورچه ها اصلا از عطر بوی این پود خوششون نمیاد. لکه های چربی رو هم میتونید با استفاده از پودر بچه پارک کنید. از ریخته شدن سس سالاد روی لباستون نگرانی نداشته باشید. قصد من اصلا تبلیغ یک پودر گرون قیمت نیست. قبل از شستشوی معمولی لباس روی هر تیکه چربی پودر بچه بریزید و به لباس ضربه بزنید تا چربی جذب پودر بشه و به آسانی شسته بشه. شما میتونید برای رفع استکاک دستکش ظرفشوییتون هم از پودر بستچه استفاده کنید. پس از شستشوی ظروف مقدار کمی از پودر رو روی دستکش لاستیکی خودتون بریزید. این کار به اینکه اونها رو تازه نگه دارید تا در مرتبه بعدی دستکش به آسونی وارد دستتون بشه کمک میکنه. اگه پودر بچه رو روی سطح کف چوبی خونتون بریزید و اونها رو آروم آروم لابلای ترک ها وارد کنید از صدای جیر جیر چوب ها جلوگیری می کنید. مقدار اضافه اون رو بعدا با جارو پاک کنید و از صدای سکوت لذت ببرید. اگه از این ویدیو خوشتون اومده لطفا لایکش کنید و کانال ما رو حتما برای ویدیوهای بیشتر سابسکرایب کنید